سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. من علی علیزاده هستم از استودیو صداهای همراه. با شما هستیم با قسمت دیگری از موج موفقیت. تشکر میکنیم از پیج اینستاگرام در خصوص ترک سیگار. هر سال 6 میلیون نفر جوونیشون رو در اثر استعمال سیگار از دست میدن و 600 هزار نفر هم میمیرن، فقط چون در معرض مصرف سیگار اطرافیانشون بودن. در کشور ما بر اساس گزارش ها سالیانه حداقل 600 میلیارد نخ سیگار استعمال میشه. بر اساس گزارش های علمی از هر دو نفر سیگاری یه نفرشون در اثر عوارض مستقیم سیگار جونش رو از دست میده. اخیراً تحقیقی در دانشگاه ایالتی اوهایو با بررسی 40 هزار پرونده پزشکی افرادی که به صورت سالیانه وضعیت جسمیشون چک میشد، متوجه شدن که مصرف تفننی سیگار حداقل دو برابر ریسک ابتلا به فشار خون و بیماری‌های قلبی عروقی رو افزایش میده. همینطور در یه تحقیق 20 ساله دیدن که مصرف 5 نخ سیگار در هفته ریسک ابتلا به سرطان رو به طور محسوس افزایش میده. ولی با همه این اوصاف وقتی پای فرستادن دود سیگار به حلق و حنجره و ششها میشه، خیلی هامون نسبت بهش بی‌تفاوتیم. حالا ببینیم بر اساس تحقیقات چه روشی برای ترک سیگار پیشنهاد میشه. در پژوهش صورت گرفته توسط دانشگاه آکسفورد که نتیجهش در مجله معتبر آنالز آف اینترنال مدیسین به چاپ رسید، متوجه شدن ترک به یک باره سیگار که به ترک سامورایی هم مشهوره بهترین روش ترک سیگار محسوب میشه و کسایی که قصد دارن به تدریج مصرف سیگارشون رو کاهش بدن عموماً در ترک سیگار موفق نخواهند بود. در اینجا میخوایم اگه دوستانی دارید که سیگار مصرف میکنند این فایل رو بهشون پیشنهاد بدید و اگه خودتون یا اطرافیانتون تجربه‌ای در خصوص ترک سیگار دارین، لطفاً این تجربه رو با ما در میون بگذارید.